سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از حرفهای تند و جنجالی آقای حمید فرخ‌نژاد خطاب به قاضی صلواتی. با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. توی این 3 ماه و نیم اخیر که اعتراضات سراسری در جای جای ایران به راه افتاده، هنرمندان نقش پررنگی در حمایت از مردم داشتن. خیلی از هنرمندان و سلبریتی های ایرانی در کنار مردم موندن و از طریق فضای مجازی اعتراض خودشون رو به سیاست های حکومت و برخورد سرکوبگرانه با معترضین نشون دادن. یکی از این سلبریتی های معروف و مردمی آقای حمید فرخ‌نژاد که چند وقتی هست که از ایران خارج شده و به آمریکا کنار پسرش رفته که به گفته خودش سالهاست برای تحصیل اونجاست. آقای فرخ‌نژاد بعد از رفتنش حواشی بسیار زیادی براش به وجود آوردن. به محض مهاجرت حرف‌های تند و جنجالی خطاب به شخص اول مملکت زد که خیلی‌ها گفتند برای گرفتن گرین کارت و اقامت آمریکا این حرفا رو زده، که ایشون گفت من 10 سال گرین کارت آمریکا رو دارم و سر پروژه سریالی بوده که قرار بوده از نمایش خانگی فیلمو پخش بشه که دستمزد بالایی هم دریافت کرده بوده و خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند که به محض خروج ایشون از کشور و زدن این حرف‌ها این سریال هم ممنوع پخش میشه، که ایشون امروز با انتشار این استوری نوشت خب خدا رو شکر سریال سقوط داره پخش میشه، تلاش پیروان ولی وقیه برای قرار دادن من روبروی همکاران هم خونسا شد، توضیحات درباره سریال هم که قبلا دادم، ولی این وسط نافرمانی و مخالفت نیروهای حامی مردم در بدنه رژیم با دستور مستقیم بیت فاسد رهبری و نمایش سریال سقوط برام تحسین برانگیز و امید بخش بود. در استوری دیگه‌ای با انتشار خبری از روزنامه اعتماد که نوشته شده بود در 9 ماه 23 کارگر در ایران به دلیل فقر و مشکلات شغلی خودکشی کردن، نوشت علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه بشود، زندگی معنوی شما را می‌خواهیم مرفه کنیم. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را اینها بردند. دلخوش نباشید که تنها مسکن می‌سازیم. آب و برق را برای طبقه مستمند مجانی می‌کنیم. اتوبوس را برای طبقه مستمند مجانی می‌کنیم. دلخوش به این مقدار نباشید، معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می دهیم، که اشاره‌ای داشت به سخنرانی جنجالی امام خمینی. از دیشب شایعاتی مبنی بر کشته شدن قاضی صلواتی در فضای مجازی دست به دست میشه. قاضی صلواتی قاضی که با خلخالی مقایسه میشه و دستور مرگ صدها نفر رو در این چند سال اخیر بدون دادگاه عادلانه و برخورداری از وکیل اختیاری صادر کرده. قاضی صلواتی قاضی پرونده های حساسی بوده و بعد از صدور حکم مرگ صدها نفر توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به دلیل نقض گسترده حقوق بشر مورد تحریم جدی قرار گرفته. به قاضی صلواتی القابی مثل قاضی مرگ، قاضی اعدام و خلخالی دوم هم نسبت داده شده، که امروز این خبر تکذیب شد و گفته شد اون کسی که ترور شده قاضی صلواتی نبوده. آقای فرخ‌نژاد با انتشار این عکس از قاضی صلواتی نوشت مرده یا زنده زیاد مهم نیست، اگه این دنیایی خجالت زده باش وقتی خلخالی دوم لقب دادن. با انتشار این نقاشی که نوشته شده من شارلی هستم و از آزادی اندیشه بیان و رسانه دفاع میکنم، با اشاره به کاریکاتورهایی که این روزها در مجله شارلی هبدو از خامنه‌ای منتشر شده، نوشت به زمین و زمان توهین میکنین، پرچم کشورها رو آتیش میزنین یا رو زمین میکشین و روشون رژه میرین، توی تکبیراتون آرزوی مرگ برای کشورهای دیگه میکنین، توی صدا و سیما و رسانه و بوقهاتون و روزنامه هاتون و ارتش سایبریتون به هر صدای مخالف انواع تهمتهای کثیف ارضی و سمایی وارد میکنین، از دیوار سفارتخونه ها بالا میرید، حتی به مقدسات اهل تسنن رحم نمیکنین، به دشمنانتون در تریبون های نماز جمعه به بدترین شکل توهین میکنین، اون وقت تحمل یک کاریکاتور رو ندارین؟ به تریج قباتون بر میخوره؟ ارزش ها و مقدسات فقط مال شماست؟
با انتشار این عکس از طناب دار هم نوشت بکش آقا بکش، نشود یک ماه گذشته باشد و تو کسی را اعدام نکرده باشی، چون لای خرمن این ناله ها یک آه قایم شده که نمیدانم کی و از حنجره کدومشان در می آید، ولی قطعا در می آید و شلیک می شود. اون وقت هرچه از رابطه آه سینه سوخته یک رعیت مظلوم و یک حاکم ظالم می دانی رخ خواهد داد. جهان آنقدر جای آشفته و ویرانه ای نشده که بشود روی همچین زجه های خانه بسازی و از فرط فراغت فردا شاعرهایت جمع بشوند دورت و برایت بخوانند. در این روزهای آشفته هم حکومت هر روشی که به ذهنش میرسه برای آروم کردن جامعه و برای فراخوندن طرفداران خودش به خیابون استفاده میکنه. یکی از این روشها تشییع جعبه هایی به نام شهدای گمنامه. چند روز پیش هم در سطح شهر گفته شد که 400 شهید گمنام تشییع شدن. آقای حمید فرخ‌نژاد با انتشار این عکس حرفهای جنجالی زده. شهید برای مردم قهرمان است، چه آنهایی که در جنگ ایران و عراق و برای حفاظت از خاکشان و صد البته با بی تدبیری و شهوت کشورگشایی شما جان دادند و چه آنهایی که در خیزش شجاعانه بر علیه حکومت زورگوی شما از جانشان گذشتند تا مردمشان آزاد باشند. این وسط مرده خوری شما تهوع‌آوره. هر وقت قافیه برایتان تنگ می شود یاد شهدای جنگ می افتید که چه؟ ایمان دارم جوانان با غیرت آن زمان اگر امروز بودند علیه ظلم شما در خیابانها می جنگیدند. جعبه هایی که در خیابانها می چرخانید نماد شجاعت این ملتند، نه حقانیت شما. شما مرده خوران کهنه کاری هستید که سالهای سال از جانباختگان واقعی کربلا ارتزاق می کردید و امروز هم از رفتگان جنگ. این دست و پا زدن ها و آویزان شدن به نمادهایی که در خاطره مردم ارزشمندند برای شما وجاهت درست نمی کند. شما تمام شده اید و اعتبارتان پیش مردم از بین رفته. آبرو را گدایی نکنید که دیر زمانی است فاقد آنید. باورهای مذهبی مردم را بابت رزق و روزی حقیرتان به باد دادید. با خاطرات مقدس مردم کاسبی نکنید. شهدا متعلق به مردمند نه شما. با انتشار این عکس هم نوشت سوال برام مصدق و کاشانی چطور زانو به زانوی هم نشستن؟ ماتریالیست های سوپر چپ چطور 57 اعلامیه های روح الله خمینی رو هم تکثیر و پخش میکردن؟ این مایی که الانیم با اون مایی که اونجا بودیم چه جهش جنی مخربی کرده ایم؟ اونها مدام در انکار و کاهش هم، پذیرش و افزایش هم بودن؟ مای 1401 دشمن فعلی ما یا مانع بزرگ فعلی ما کاهی دیدن‌های بی‌وقفه خودمان است. پیش پیش تفتیش عقاید راه افتاده. در ایدئولوژیک ترین نوع انقلاب ها همین دادگاه و انگ و چسب ها مال صبح فردای تغییر و پیروزی است. ما وسط عزا توی لباس سیاه یقه هم رو چسبیده ایم. در یک اشتباه تاریخی در داخل شدن رو تنگ گرفته ایم. اگر بعد صد و اندی روز فردا یکی دستش رو بالا برد و گفت نظرم عوض شد، دیگه دفاعی از حاکمیت ندارم، یه جعبه شیرینی بردار برو در خونه‌اش. دیروز و پریروزش رو نکن تو چشمش، انسانه، تغییر کرده. چرا باید احمد زیدآبادی رو از حیات سیاسی جان به لب کنیم؟ او و امثالش بروند کی خوشحال می شود؟ نامجو بی اعتبار شود کی می برد؟ به نظر من هر کس دستش باتوم و تفنگ نباشد و هر کس علیه ما ننویسد فقط علیه ما ننویسد، یک مای بالقوه است، یک دوست احتمالی. آغوش باز این جنبش که یارهایش را زیاد می کند. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک ها و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.